بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. عرض تبریک و تهنیت دارم ایام ولادت با سعادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله هر جا هستید صحیح و سالم باشید و هر چه بیشتر بتونید در مجالس سرور اهل بیت سلام الله علیه اجمعین که به مناسبت این ایام برگزار میشه شرکت بکنید. خدا رو شاکریم، الحمدلله رب العالمین. امروز همین توفیق رو داریم در خدمت شما بزرگواران باشیم با برنامه سلام کربلا به صورت زنده و مستقیم. انشاءالله بتونیم صدای حد اکثری شما بزرگواران رو به کربلای معلا برسونیم. عرض سلام هایی که خدمت آقا سید و شهدا دارید، عرض تبریک هایی که میخوایید خدمت این امام همام عرضه بکنید و ولادت با سعادت مادرشون رو تبریک بگید. مواظب باشید کم از آقای امام حسین علیه السلام نخواهیم. ولادت خیلی با شکوهه. زادروز مادر هستی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی که کل این کون و مکان به سببش خلقت شده. پس وقتی که خدای تبارک و تعالی همچین روزی رو برای ما قرار داده، از یک همچین بانوی بزرگواری و امورات دنیا و آخرت ما رو سپرده به این خانواده، به این بی بی، به همسرش، به پدرش، به فرزندانش، مواظب باشیم کم نخواهیم. انشاءالله همگی حاجت روا باشیم. عذرخواهی هم بکنم از محضر شما ایامی که نبودم، حالا انشاءالله در طول برنامه عرض خواهم کرد. هر جا بودم الحمدلله رب العالمین از دعای خیر شما مشغول دعاگوی به خود شما و عزیزان عاشق آقا امام حسین در جای جای این کره خاکی بودم. انشاءالله عرض میکنم کجا زیارت بودم، کجاها یادتون کردم. اجازه بدید اول از همه مطلع برنامه‌مون رو خدمت آقامون، مولامون، اماممون، پدر مهربان تر از پدرمون،
دست ادب به سینه بگذاریم رو به گنبد و بارگاهشون، انشاءالله عرض سلام و عرض تبریک داشته باشیم و بعد از اون شماره تماس برنامه باز بشه و شما از هر کجایی که دوست دارید خدمت ارباب تماس بگیرید و عرض سلام و تهنیت داشته باشید. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزو کربلا کربلا برم، آرزوم کربلا برم. نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره.
نگو نمیشه کربلات بیام، روم و زمین نزن حسین. آقا توی صحن و سرات بیام، روم و زمین نزن حسین. جلو ذریعه با صفات بیام. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران، امیدوارم هر چه زودتر این سلام هایی که الان از طریق این تصاویر خدمت آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل عباس علیهم السلام تقدیم کردید، خودتون همانند این زائرینی که ما میبینیم در سطح شهر مقدس کربلا از جای جای این کره خاکی مشرف هستند، خدمت آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل عباس عرض سلام و عرض ادب و احترام دارند. امیدواریم شما هم همانند این عزیزان هر چه زودتر بتونید مشرف بشید و از نزدیک زیارت بکنید. واقعا این ایام حال و هوای کربلا یه روی دیگری داره. از جای جای کشور عراق برای عرض تبریک در نجف اشرف و کربلا و کاظمین و سامرا مردم حضور پیدا میکنن و خدمت این بزرگواران تبریک میگن. خدمت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ولادت همسرشون رو تبریک میگن و عرضه میکنن خدا رو شکر کف شما امروز به دنیا اومد، انشاءالله نصیب و قسمت شما هم بشه در صحن و سرای آقا امیرالمؤمنین بشینید با پدر به راحتی صحبت بکنید، به راحتی درد و دل بکنید، به راحتی هر اون چی که دلتون میخواد ازشون بگیرید. شماره تماس برنامه بازه 2-0-964-771-61-67-100 در اختیار شما و همه عزیزانی هست که دوست دارن صدای خودشون رو به کربلا برسونند و خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام عرض سلام و عرض تبریک داشته باشن. انشاءالله توی سلام هاتون، توی درخواست هاتون از آقا سید و شهدا بخواهید فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف رو، بخواهید سلامتی همه بیماران رو، بخواهید باز شدن گره مشکلات همه افراد رو. وقتی که برای دیگران بخواهید مطمئن باشید برای خودتون هم میسر میشه. و این سفارش بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، جامعه عمل که بپوشه همه ازش استفاده میکنن. بی بی خیلی سفارش همسایه ها رو کردن، سفارش افرادی رو کردن که دور هستن، اعتقاد دارن به وحدانیت خدا، به پیامبری پدر بزرگوارشون آقا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، به ولایت همسرشون آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس بخواهیم برای همه، بخواهیم تا خود ما هم انشاءالله فیضش رو بگیریم و ازش استفاده بکنیم. شما یه بزرگوار از طریقهای مختلف میتونید بیننده شبکه امام حسین علیه السلام باشید، از طریق اپلیکیشن، از طریق جادو تیوی، از طریق ماهواره، از طریق یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، همه این راه ها، همه این بسترها آماده است که شما بتونید به راحتی زائر آقا سید و شهدا سلام الله علیه باشید. گوشی هاتون رو بردارید، تماس بگیرید، همانند این عزیزی که الان پشت خط هستن و
میخوام خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشن. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا آقا جانمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاج آقای میرخلف‌زاده عزیز و بزرگوار. اسعد الله ایامکم. تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام ولادت با سعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه ائمه معصومین به ویژه آقا امام حسین علیهم السلام، آقا قمر بنی هاشم و منجی عالم بشریت آقا امام زمان یوسف زهرا و خدمت شما خدام شبکه جهانی آقا امام حسین تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. ممنونیم و همچنین انشاءالله حاجت روا باشید و خدا به شما جزای خیر عنایت بکنه. بفرمایید زیارت کنید. خوشحالی ما با برنامه شما دوچندان میشه. ممنون و تشکر میکنم از اینکه تصاویر زیبا را برای ما ارسال میکنید. خواهش میکنم. التماس دعا دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و امها و بنيها و سر المستود فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام من به حسین و به کربلای حسین. سلام من به حسین و به کربلای حسین. تمام عالم امکان شود فدای حسین. السلام علیک یا رسول الله یا نبی الله. السلام علیک یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا بنت رسول الله بنت نبی الله بنت خدیجه الکبرى سلام الله علیها. السلام علیک یا سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا مولا یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا سید البسیین. السلام علیک یا امین الله یا ولی الله. السلام علیک یا اسد الله الغالب یا مظهر العجائب یا علی ابن ابی طالب یا علی یا علی یا علی یا حیدر. السلام علیک یا امام حسن مجتبی یا کریم اهل بیت یا قریب بقی. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا صاغي أتاشا كربلا يا باب الحوائج يا كفيل الزينبين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام علیک یا زینب کبرا یا بنت علی المرتضی یا جبل السب یا ام المصائب. السلام علیک یا رقیه یا رقیه یا بنت حسین الشهید یا عزیزت الحسین. السلام علیک یا قائم آل محمد یا ابا صالح المهدی یا صاحب الزمان یا خلیفت الرحمن یا شریک القرآن. الامان الامان یا صاحب الزمان. اسعد الله ایامکم یا صاحب الزمان. الهی یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین. عجل ولیک الفرج عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. ان شاء الله در رأس همه حوائج بهترین دعای جهان بهترین دعای جهان اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. ان شاء الله همگی حاجت روا باشید. عیدتون مبارک باشه پیشاپیش. در پناه حق یا علی مدد. یا علی مدد. خیلی ممنونیم از سلام‌های جامع و کامل و دعاهایی که در حق همه کردید. ان شاء الله حاجت روا باشید و همه دعاهاتون به هدف
اجابت برسد. عرض تشکر داشته باشم از همه شما بزرگوارانی که ما رو امین خودتون میدونید، برای ما پیامک میفرستید، درد و دل میکنید، حاجت هاتون رو میفرمایید که ما خدمت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین عرض بکنیم. قابل توجه اون بزرگوارانی که نوشته بودن و تماس گرفتند و گفتن که آقا جان ایوان نجف ما رو یادت نره، الحمدلله رب العالمین توفیق زیارت پیدا کردم توی این چند روزه، داغو و نایب زیاره تک تک شما بزرگواران بودم. میتونم بگم حداقل 3 ساعت کنار زریح با اون ازدحام جمعیت دلم که نمی اومد خارج بشم، هرچی میخواستم نیت بکنم بیام بیرون یه مورد دیگه یادم می اومد و یه مورد دیگه و همینطور پشت سر هم برای شما بزرگواران دعاگو بودم، الحمدلله رب العالمین. خیلی هاتون درخواست کرده بودید تحت قبه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه زیارت بخونیم، انجام وظیفه کردیم، دعای فرج بخونیم، انجام وظیفه کردیم. یه عزیز خوش ذوقی درخواست کرده بود که زیارت عاشورا رو در نجف دوست دارم خونده بشه و هدیه بشه به همه عزیزان، انجام وظیفه کردیم انشاءالله. رزق و روزی همه شما بزرگواران باشه، زیارت همه ائمه اطهار در هر کجا، مخصوصا حرم غریب و تاریک بقیع. اللهم ارزقنا. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر انشالله. وقت شما بخیر. ولادت مادر دو عالم رو بهتون تبریک میگم، انشالله که شفاعت هممون با ظهور آقا امام زمان. اللهم آمین. بفرمایید زیارت بکنم. حاج آقا قبل از اینکه زیارت کنم، من همونیم که گفتم یا امام حسین مسیحی ها رو رد نمی کنی، یهودی ها رو رد نمی کنی، شیعه تو هم رد نکن، منو هم رد نکرد، شیعه رو هم رد نکرد، اهل بیت هیچ کس رو رد نمی کنه. قطعاً. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودعتها و بعل المعهد ادمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ودیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه. في هذا الساد في كل الساد وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وأرضك توعى وثمت وفيا تريدا. إلهي بحق محمد، بحق علي، بحق فاطمة، بحق حسن، بحق حسين، بحق إمام زمان، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج. السلام علیک یا ابو الفضل العباس یا مطیلا و مطیلا. السلام علیک یا ابو الفضل عباس یا عشق شیعه یا عشق مسلمانان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا امام حسین، یا امام حسین، دوست دارم حضوری بیام کابوسه، خیلی دلم میخواد برم بقیع، خیلی امام حسن دوست دارم، واقعا از ته دلم امام حسن دوست دارم. امام حسین مظلومه، امام حسین عشق تمام شیعه است، قربون امام حسین برم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نیابت مادرم اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و جمیع. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. آدی آقا خسته نباشی. السلام علی الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین، السلام علیکم مادر عزیز دل همه شیعیا بی فاطمه زهرا صل علی و آله و سلام. السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبا في هذا الساعد وفي كل ساعد وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم دست در نکنه قربون دست رو قبول باشه خواهرم. خون و مملکت هدیه کنید. حاضر آقا امروز تولد مادرمه، اگر امکانش هست برامون دعا کنید. التماس دعا فراوان داریم. یا علی مدد خدا نگهدار. یا علی مدد خدا نگهدار شما و همه عزیزان باشه. خدا به برکت این مولود پرخیر و برکت سلامتی به همه مادران بده، طول عمر با عزت و سلامتی و عاقبت به خیری بده. اللهم آمین. و خدا رحمت کنه همه مادرانی رو که از دست دادیم انشاءالله. همه شون سر سفره پرخیر و برکت بی بی دو عالم بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان باشن. اللهم آمین. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. یکی از جاهای دیگه ای که توفیق زیارت پیدا شد الحمدلله رب العالمین، حرم مطهر امامین جوادین در کاظمین بود. باز جاتون خالی. دو امام غریب، دو امام مسموم، یکی پدر امام رضا علیه السلام و یکی فرزند امام رضا علیه السلام. رفتم اونجا برای اون عزیزانی که دوست دارن مشرف بشن مشهد الرضا، از پدر و فرزندشون درخواست کردم. انشاءالله حاجت روا باشید. عزیزانی که از استرالیا و امریکا و آلمان، از این کشورهای غربی مخصوصاً پیام داده بودن و درخواست کرده بودن آقا دعا کنید ما بتونیم زائر آقا امام رضا باشیم. عرض کردم الحمدلله رب العالمین سفرها کوتاه ولی خدا رو شاکرم تونستم نام رسان شما عاشقان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشم. تماس بعد رو دریافت. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام خدمت آقای میرخلف زاده، هم کاران محترمتون، خسته نباشین. و علیکم السلام. ممنونیم، متشکر. میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان یا خلیفت الرحمن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام و رحمت الله و برکاته. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین علیهم السلام. یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیهم السلام. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا را قسم میدم به این روزای خوب و شاد حضرت زهرا سلام الله علیها، فرج آقای امام زمان رو برسونه، مریضای اسلام رو شفا بده، حاجت حاجتمندان روا بشه، قسمتی رفته و نرفته بشه، جوانامون بخت و روز خوب نصیبشون بشه. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبت. التماسی دا خدا نگهدارت. یا علی مدد خدا نگهدار همه شما بزرگواران عاشقان و محبین اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشه. ممنونیم از تماستون، ممنونیم از دعاهای خیرتون. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.
به کربلا خوش اومدید. وقتتون بخیر، زیارتتون قبول باشه. ولادت حضرت فاطمه. حالا یکی شد نوکر بده، جدام نکن. اتاق فرمان تماس این بزرگوار قطع شد. نتشون قطع شده. شما یا الله، ان شاء الله که عرض تبریکی که این خواهرمون داشتن انجام میدادن ان شاء الله حاجت روا باشن و باز به دوباره بتونن تماس بگیرن و خدمت آقا سید و شهدا تبریکشون رو کامل بکنن. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم و سلام علی آقا. ولادت حضرت فاطمه زهرا به شما تبریک عرض میکنم. و همچنین ممنونیم، ما هم خدمت شما و همه عاشقان اهل بیت عرض تبریک و تهنیت داریم. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت. السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا ابن رسول الله، السلام علیکی یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیکی یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیکی یا سار الله و ابن الصالح و الوتر الموتور، السلام علیکی و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و باقی الليل و النهار، السلام علیک یا صاحب الزمان، یا خلیفه الزمان، یا شریک آقا، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا قمر منیر بن هاشم، یا ابو الفضل العباس، السلام علیک یا رقی مدد، السلام علیک یا حضرت علی، السلام علیک یا حضرت علی اکبر، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا هفدار بن شریک. انشاءالله به حق این ایام که آخرین دوران قایبیت باشه زور آقا امام زمان رو بر ما برسان یا الله. آمین. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون انشاءالله. انشاءالله این میلاد با سعادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها آخرین باری باشه که بدون آقا امام زمان، گرچه هستن امام حضور فیزیکی حتی دارن، ولی چشمان ما هستش که حاجب داره و امکان شناخت امام زمان رو نداریم. گرچه اینقدر الان ما باید کار بکنیم تا امام زمانمون رو بشناسیم، وقتی شناختیم قطعا توفیق زیارتشون رو هم پیدا میکنیم انشاءالله. این ایام آخرین ایامی باشه که ایام غیبت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدا رو شاکریم این توفیقات رو داریم. به واسطه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، معرفی کننده اهل بیت پیامبر اکرم، از خود حضرتش گرفته تا حضرت منجی عجل الله تعالی فرجه الشریف آقا امام زمان، و این توفیق هست که بتونیم خدمتی بکنیم، البته با عنایت و لطف خود آقا امام زمان و همراهی شما بزرگواران، شمایی که از جای جای این کره خاکی این شبکه رو یاری میکنید تا بتونه صدای اهل بیت نور و مظلومیتشون رو به همه جا ان شاء الله برسونه. تماس بعد رو دریافت کنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم عزیزا. سلام کربلا، خوش اومدید. شما حیدر به شما تبریک میگویم. و همچنین ممنونیم. بفرمایید عرض تبریک داشته باشید خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن السید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدة النساء العالمین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی آلی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی عباس الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل عباس یا قمر منیر بن یاشم، السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جان ایدرا به شما تبریک میگویم، ولادت مادرت زارا را به شما تبریک میگویم، ایدی تو بود ببخشیدی ما را زان دست کی بوسید محمد زهرا را. امروز نبی سپاس به حد گوید بر کودک یک روزه خوش احمد گوید. تبریک به هم ولادت زارا را، احمد به علی، علی به احمد گوید. این فخر بود بس که خدا هم تبریک بر مهدی و بر آل محمد گوید. اللهم صل علی محمد. السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا جان به شما هم تبریک میگویم روز عیدرا. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، يا كاشف الكرب عنا وجه الحسين عليه السلام، اكشف كربي بأقي أخيك الحسين عليه السلام، يا أبا الفضل العباس، يا أبا عبد الله. آقا جان امروز به ما عیدی بده بک مولای من. آقا جان، آقا جان میخوایم کربلا عیدی میخوایم برای ما امضا کو مولای من. یا صاحب الزمان یا ابا عبدالله، آقا جان به خدا ما امید به چشم ما بر بینه دیگه وقت نمیتونم بیایم مولا جان. آقا جان به ما عیدی بده امروز، سلامتی مریضا، عافیت، خوشبختی جوانا انشالله. جیغا سلام، دست شما در نکنه، ممنون. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون و دعاهای خیرتون انشاءالله. انشاءالله همینطور که فرمودید آقا بزرگواری میکنن، عیدی به همون میدن. همین مواردی که نیاز داریم، حالا اون چه رو که به زبان جاری میشه یا اینکه جاری نمیشه. با این شعری که این خواهر بزرگوارمون خوندن حقیقتا یاد این مطلب افتادم. خالی از لطف نیست، بشنوید و بدونید چه سنت های حسنه ای بوده. امیدوارم که هنوز هم ادامه داشته باشه و بشه این طوری. بزرگترهامون، مخصوصا مادر بزرگهامون، می نشستند کتابهای قدیمی رو باز می کردن، اشعاری رو می خوندن به مناسبت ایام ولادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه. یادم نمیره هیچ وقت، خدا رحمت کنه همه اموات شما رو. این علویه مادر بزرگ ما میخون برای ما اشعاری رو، تبریک هایی که آقا امیر المؤمنین به بی بی فاطمه زهرا و بی بی فاطمه زهرا به پیامبر اکرم در ارتباط با مولود آقا سید الشهدا سلام الله علیه. سنت حسنه قشنگه این که بشینیم سرمون فقط توی موبایل هامون باشه، مطلب از همه جا، حالا الله اعلم راست و دروغش رو ببینیم، هیجانی بشیم، تهمت ها رو ببینیم، عکس العملی هم نشون ندیم و افتراها رو ببینیم و همه اینها، یه مقدار هم به فکر آینده فرزندانمون باش. این اشعاری که قدیمی ترها میگفتن، البته الان هم پر محتواست اشتباه نشه، ولی
از سوز دلی که خارج می شد، خونده می شد برای اطفال تا موقع مرگشون، اینها زمزمه میشه، اینها تو ذهن فرد میمونه، دختر و پسرش، مرد و زنش، پیر و جوانش میتونن از اینها خوب استفاده بکنن. عرض کردم چه در مرسی خانی، چه در مولودها، چه در مجالس فرح و شادی اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین ان شاء الله. و یادش بخیر اون موقع هایی که کرسی میگذاشتند و بزرگترها مینشستند، کوچکترها اطرافشون با هم دیگه ساعاتی رو میگذروندند و همش در ارتباط با دین، با احکام شرعیه و با شناسوندن ائمه اطهار، خاصه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سپری میشد. خوب این کارها باز دوباره قطعاً قطع نشده ولی قوت بگیره انشاءالله. تماس بعد رو دریافت کنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. چی آقا؟ به کربلا خوش اومدید. ایام ملت تشکر، ممنونیم از برنامه خوب شما. خواهش ملت با سعادت حضرت فاطمه زهرا را به شما و تمام شیعیان جهان، خصوصا محبان حضرت زهرا، تبریک و تحیات عرض می کنم. و همچنین خدا به شما جزای خیر بده. التماس دعا دارم آجی آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، ای که منی سلام الله عبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله الاخر العهد منی بزیارتکم. السلام على الحسين وعلى الجبن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا ماه بن هاشم، يا عزيزة الزهراء، يا فرزند الزهراء. السلام عليك يا إمام الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريكة القرآن. حسین جان، تو رو جان مادرت زهرا، تو رو جان عزیزات، جان علی اکبر جوان و رشید، همه جوانان را به راه راست هدایت بفرما. همه میزا شفا عنایت بفرما. چه سعادت مندان برآورده با خیرم بفرما. آقا جان، تو رو جان مادرت در این ایام، در این عید خودت، در این مولود مادر عزیزت، از خدا بخواد که آقا شد صاحب را برساند، همه و همه حاجت روا بشود انشاءالله. التماس دعا دارم آقا. انشاءالله دعاگوتون هستیم. خوبه تانه. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. اجازه بدید من امانت داریم و انشاءالله کامل بکنم برای اون عزیزانی که گفتن آقا زیارت آقا سید محمد عموی آقا امام زمان مشرف شدید، ما را یاد بکنید و از زبان ما تشکر بکنید. الحمدلله ما حاجت روا شدیم و انشاءالله توفیق زیارت پیدا میکنیم و اون نذر که انجام دادیم رو حتما ادا میکنیم. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. حالا اجازه بدید از سید محمد این مورد رو هم بگم و بریم انشاءالله برای تماسهای بعدی. بزرگواری که مشرف شده بودید کربلا، گفتید ظاهر آقا سید محمد و آقا امامین عسکریین بودید، در سید محمد اوائل سقوط داشتید فیلم برداری میکردید، یه شخصیتی با یه هیبت خیلی عجیب غریبی اومد و دوربین از شما قاپید، اونجا یاد شما هم بودیم. عرض کردم آقا سید محمد، این جوان گفت
من یه خاطره بدی اینطوری دارم، ولی اجازه بدید باز هم بیایم زیارت که حتی این خاطره ها هم انشاءالله محو که میشه هیچی، ولی عوضش لذت زیارت میمونه برامون. تماس بعد رو دریافت میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنم که تماسم برقرار شد. الحمدلله. سلام، زیارتتون قبول باشه. التماس دعای ویژه داریم. هر جا رفتیم ما از دعای خیرتون فراموش نکنید. قطعا. ولادت حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها، سیدان بخاری شیعان امیرالمومنین، خصوصا امام زمان سید الشهدا تبریک عرض میکنم. التماس دعا داریم. یا علی مدد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجه، صلی الله علیه یا مولا یا امیر المومنین یا مرتضی علی یا علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا مرتضی علی. آقا جون تبریک عرض میکنم ولادت همسر بزرگوارته. السلام علیک یا رسول الله یا رحمت الله العالمین. السلام علیک یا خدیجه الکبرا، تبریک عرض میکنم ولادت میلاد فرزند بزرگوارتون بانو دعا عالم حضرت فاطمه زهرا. السلام علیک یا امام حسن مجدبا، غریب بقی کریمه بیت، ولادت مادر میکنم آقا جون کریم اهل بیت. یا الله ظاهرن تماسشون دیسکانکت شد. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله. بله متاسفانه الان دیگه تماسشون قطع شد. انشاءالله حاجت روا باشند و ما دعاگوشون و همینطور که دعاگوی همگان هستیم انشاءالله. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای مخلف زاده، خوبین؟ سلام. ممنون، متشکرم. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید، عرض تبریک داشته باشید خدمت آقای امام حسین. ولادت با سعادت فاطمه زهرا رو به فرزند دادش تبریک. آقای امام زمان، امام حسین، امام حسن، ابوالفضل با سلام داری کردن تبریک. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابن رسول الله. السلام علیکم یا خیرت الله و خیرت. السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا سال الله و ابن صالح و الویتت الوقت. السلام علیکم یا قمر منیر بن هاشم ابن فضل عباس علم دار کربلا. السلام علیکم یا حضرت زینب کبرا سلام الله علیه. السلام علیکم یا بیبی رقیه بنت الحسین. السلام علیکم یا صاحب الزمان مدرک. السلام علیکم امیر المومنین. ولادت هم سر تبریک هست بکنم آقا جان، مولا جان، آقای بلال زادتون خدا التماس دعا کنه بچه های من. انشالله حاجت روا باشید. انشالله این اشک‌ها رو تو حرمشون خدمت مادرشون هدیه بدید. از سراسر جهان این کرونا رو شکن میشه یا آقا فرد. الهی آمین. یا صاحب الزمان، اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. انشالله حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون. اللهم عجل لولیک الفرج. آقای بن خلف زاده تو رو خدا زیارت دارم. تیزیل تماس دارم. حتما خواهرم، انجام وظیفه میکنم انشاءالله که نصیب و قسمت همه عزیزان بشه. انشاءالله سلامتی تمام بیماران، انشاءالله حاجت روایی همه حاجت مندان. انشاءالله هر چه زودتر شما رو در کربلای معلا ببین عزیزان. بله فقط یک دقیقه فرصت داریم. میگن امکان وصل تماس نیست چون که دوست نداریم
خدای ناکرده تماس کسی رو وسط انتهای برنامه ناکام بگذاریم. به این اندازه فرصت داریم همینطور که رو به قبله هستیم عرض بکنیم: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم بحق الحسين الشهيد عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. امیدوارم زنده باشید و باشیم، هرچه زودتر شما رو در کربلای معلا ببینیم و همگی حاجت روا باشید. تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا، یا علی. شکر خدا که تو هیئت تو سینه زن شدم، اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان